بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، وقت همگیتون بخیر باشه. من مهربان هستم، اینجا سبقته. اومدیم امروز آزمون قلمچی واسهتون کار کنیم، بخش 12 آزمون 5 آذر رو. همه انرژیاتون رو دارین بچه ها؟ میذاریم فیلم فصل 3 رو؟ میذاریم؟ حتما حتما میذاریم. همه الان در سطح مثبت 18 از انرژی قرار دارید. نباید بگیم مثبت 18، مثبت 19. خوبه؟ چون بچه‌ها مثل که اصرار کردن گفتم مثبت 18 نگو، فردا میگن ما گفتیم مثبت. ما منظورم مثبت 18 از بابت انرژی هستش. چشم، حتما فرهاد بهشون یادآوری میکنیم که فیلم‌ها رو، یه مقداری درگیر تدوین ما بقیه فیلم ها هستیم، هستن دوستان پشت صحنه، انشالله میذاریم. بچه آزمون قلم چیه؟ 5 آذرتون آزمون خوبی بود. یه دونه کوچولو میشد سوالش رو عوض کرد، بقیه آزمون جمع و جور و عالی بود، مخصوصا بخش 12. حالا من براتون 12 کار میکنم امروز، بعد انشالله یکی دو روز دیگه اگه وقت شد، حالا هم دکتر با تقوام ممکنه براتون پایه کار کنن، اگر من رسیدم انشالله میام براتون پایه کار میکنم که دیگه 50 تا تستشو ببندیم و بریم به امید خدا برای فصل 4 کتاب 12. اونو که تموم کردیم میریم سراغ 11، چون 10 هم تموم کردیم. بچه 10 تموم شده، خوشحالم 10 تموم شده. آقا بریم سراغ سوال 121 از 12. اینجا رو داشته باشیم بچه ها. میگه در یک سلول طبیعی یه فلان، خب با توجه به مفاهیم پایه وراثت، درست بچه ها؟ خب امکان داره چه چیزی مشاهده بشه؟ خیلی سوال کلیه بچه ها، بیایم این سوال رو حلش کنیم. میگه در یک سلول طبیعی دارای نقش زیاد در انتقال کربن دی اکسید خون، یعنی مثلا چی داره میگه؟ یعنی فکر کنین گلوبول قرمز رو داره میگه. خب رو گلوبول قرمز کربوهیدرات A امکان داره دیده بشه؟ بله، برخلاف کلسترول. خب کلسترول در غشای یاخته دیده میشه، در نتیجه بچه ها این گزینه غلطه. خب دو، در یه سلول اسپرماتوگونی، بچه ها که دو اینه، در مرحله اینترفاز چرخه سلولی بیش از 2 نوع علل مربوط به گروه خونی RH مشاهده میشه؟ بیش از 2 نوع بچه ها؟ آخه اصلا ما کلن گروه خونی RH 2 نوع علل بیشتر نداره، دیه بزرگ دیه کوچیک، چجور میتونه بیش از 2 نوع دیده بشه؟ مگه مثلا بیش از 2 نوع امکان نداره؟ پس 2 هم غلط. در یک سلول اسپرماتوسیت اولیه فرد ناخالص از نظر گروه خونی آ، یعنی اونی که آ، در یک کروموزوم میتونیم 2 نسخه از علل آی ببینیم؟ بچه ها میتونیم. چرا؟ چون سلول اسپرماتوسیت اولیه اون سلولیه که تازه میخواد وارد تقسیم میوز بشه، درسته؟ پس کروموزوماش 2 کروماتیدی شدن، 2 برابر شدن، گزینه 3 جوابمونه. الان میگم اسپرماتوسیت ثانویه، بچه ها اسپرماتوسیت ثانویه فرد خالص از نظر گروه خونی ب، یعنی ب ب اسپرماتوسیت ثانویه هم بچه ها کروموزوماش 2 کروماتیدی هن، درسته؟ پس همواره 1 نسخه از علل بی ندارد. 4 هم غلطه. 1 و 2 اینه، گلوبول قرمز نقش زیاد در انتقال کربن دی اکسید داره. بله. خب آیا ما تو گلوبول قرمز روش میتونیم کربوهیدرات A داشته باشیم؟ بله. آیا میتونیم کلسترول نداشته باشیم؟ نه. مطمئنین در غشای سلول کلسترول وجود داره؟ 1 غلط. در اسپرماتوگونی میتونیم بیش از 2 نوع علل دی داشته باشیم؟ بچا کلا ما تو جمعیت انسانی 2 نوع علل دی داریم، بیش نداریم که. بس گزینه 1 و 2 غلط. 4 هم غلط. 3 121 3 122 بچه چند مورد از موارد زیر تعریف علله بچه ها. ببین تعریف چی؟ علل. آه چند موردش بچه ها در یه سلول دیپلوی تعریف علله؟ چند مورد تعریف علل؟ داری کلا مثل اینکه جوابا جلوتونه، شک کردم نکنه جوابا جلوتون باشه. آی وای وای، خیلی ناجور میشه اگه جواب جلوتون باشه. نه واقعا باوری سخته برای من. خب
بچه در یک جاندار دیپلوید اینجا رو داشته باشین، خیلی جالبه. بچه تعاریف همیشه به این فکر کنین که چجوری یه تعریف ممکنه تو کتاب درسی وجود داره تو تست بیاد. اینا اینجاست، میتونه راحت یه تعریف تو تست بیاد و اتفاقا تست و تست متوسط رو بالایی بکنه. علل چی بود بچه ها؟ دو تا ژن، دقت کنید، علل ژن دیگه. همیشه من تو کلاس گفتم بچه ها علل معادل همون ژنه، ژن هایی که نسبت به هم برادرن. مثلا خب دو ژن که در جایگاه ژنی یکسانی روی دو کروموزوم همتا قرار گرفتن. بله این درست، کاملا تعریف درستی. میگه هر دو ژنی روی دو کروموزوم همتا که فاصله یکسانی از سانترومر دارن. ببین بچه ها این سانترومر، اینم کروموزوم. خب من میتونم این دوتا علل رو این بالا بذارم، میتونم یه علل این پایین بذارم، یه علل این بالا بذارم که فاصله شون تا سانترومر چیه؟ یکسانه، ولی جایگاهشون چیه؟ متفاوته. پس گزینه ب غلطه. هر دو ژن روی دو کروموزوم غیر، این که اصلا غیر همتاست، غیر همتا غلط، شکل های مختلف یک ژن در هر یاخته بالغ. بچه ها مثلا گلوبول قرمز که ژن نداره، پس بنابراین دالم غلط میشه. الف گزینه یک جواب صحیحه. بریم 123. دوست دارم سوال 123 رو، سوال 123 رو من دوست دارم به خاطر اینکه خوب طرح شده. شما هم به جای اینکه خیلی وقت تلف کنی اینجا این چقدر راحت میشه حلش کرد. نها کنید بچه ها، میگه اگه در انسان، در انسان، درست، اول درست، این درست، در انسان برای نوعی فنوتیپ گروه خونی AB O و RH با هم، این بچه ها با هم، همون که با هم اینشون آی مثبت، B مثبت، B منفی، AB مثبت، اینو میگن فنوتیپ. نوعی فنوتیپ گروه خونی AB O، دو نوع ژنوتیپ، فقط یه نوع ژنوتیپ، چهار نوع ژنوتیپ و دو نوع ژنوتیپ قابل تصوره. اول بیاین اینا رو تصور کنیم، بعد گزینه های بعدیش رو بخونیم ببینیم چقدر راحته. اگه قرار باشه بچه ها برای گروه خونی AB O RH با هم ما دو نوع ژنوتیپ متصور بشیم، اون فنوتیپ باید چی باشه؟ به من بگید اون فنوتیپ باید چی باشه؟ باید اینجوری باشه بچه ها. نها کنید گزینه یک، یا باید آی منفی باشه بچه ها. درسته؟ این دو نوع فنوتیپ داره دیگه. فنوتیپاش چیه؟ فنوتیپاش آ، ببخشید، این فنوتیپ دو نوع ژنوتیپ داره، آ او، درسته؟ دی دی، آ آ دی دی، این دو نوع ژنوتیپ، درسته؟ میتونه باشه ب منفی، بعد چی میشه؟ میشه ب او دی دی، ب ب دی دی، دی دی، این دو تا ژنوتیپ. چه راحت. بعد دیگه چی میتونه باشه بچه ها؟ میتونه باشه AB مثبت و O مثبت. AB مثبت میشه چی؟ میشه AB دی بزرگ دی بزرگ، AB دی بزرگ دی کوچی. این هم میشه O دی بزرگ دی بزرگ، O دی بزرگ دی کوچیک. یعنی ما با این چهار، این چهار تا بچه ها، درسته؟ دو نوع ژن نمود براشون میتونیم متصور باشیم. اگر نها کنیم بچه ها، گزینه یک و چهار این دوتا رو داره میگه، گزینه یک و چهار میگه دو نوع ژن نمود، درست؟ خب گزینه یک میگه در صورت وجود علل بارز گروه خونی در فامتن شماره یک. یعنی چی؟ علل بارز در فامتن شماره یک، برای دی میگه، یعنی اینا رو داره میگه بچه ها. گزینه یک داره آب مثبت و او مثبت رو میگه. خب حتما یه نوع علل در فامتنهای نو قابل مشاهده است. نه بچه ها کنیم، ممکنه دو نوع علل داشته باشیم، پس گزینه یک غلط. در مورد دو نوع ژن نمود، اگه سلول های خونی دارای پروتئین دی باشند، یعنی کیا رو داره میگه؟ یعنی بازم این دوتا رو میگه، درست؟ حتما فاقد کربوهیدرات های آب در قشا هستن. نه بازم اینجوری، پس بازم این غلط. داریم با من این؟ خب حالا میری گزینه دو و سه. میگه اگه بتونیم فقط یه نوع ژن نمود متصور بشیم، یعنی چی بچه ها؟ یعنی باشه AB منفی یا O منفی دیگه، در هیچ صورت دیگه نمیتونی شما یه نوع فنوت، یه نوع ژنوتیپ قابل نمایش باشه. اینجوری میشه، ژنوتیپاش این میشه، ژنوتیپش این میشه AB دی کوچیک دی کوچیک، این هم میشه O O دی کوچیک دی کوچیک، درسته؟ خب گزینه دو، یاخت در یاختای خونی سفید هسته دار
فاقد علل بارز مربوط به ساخت پروتئین دیان. بله گزینه دو جواب صحیحمونه. خوب شد. اگه بگیم 4 نو ژنوتیپ داشته باشیم، یعنی اینجوری بشه، یعنی بشه چی بچه؟ اگه 4 نو ژنوتیپ داشته باشیم، یعنی مثلا بشه آ مثبت، اینجوری میشه 4 نو ژنوتیپ. بسازیم ژنوتیپ باشه برای تمرین بچه، برای تمرین. آ آ دی بزرگ دی بزرگ، آ آ دی بزرگ دی کوچیک، آ او دی بزرگ دی بزرگ، آ او دی بزرگ دی کوچیک. به هم همینجور، به مثبت هم همینجور. خب آ مثبت به مثبت، یاخته های خونی قرمز بالغ قطعا دو نوع آنزیم افزاینده کربوهیدرات گروه خونی به قشا دارن. نه، این ممکنه فقط آ داشته باشه. پس بازم گزینه 3 غلط میشه. تست جونداریه بچه ها. خب طولانی هم هست، ولی من الان براتون طولانی هر کردم بچه ها. سری گزینه 1 و 4 رو حذف میکنین، من در نهایت واسه شما 1 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. درسته؟ آتی هستی؟ آتی میگه بذار ببینم کیا هستن. خب نه اسم نبرم، ولش کن، اسم نبرم. بچه همه با منید دیگه، اصلا سخت نبود، اصلیش راحت بود. مثل بچه هایی که مثلا کتک میخور، میگه بچه انگلیسی، مثلا بچه خارجی ها کتک میخورن، کتکی میخورن میرن دو اتاقشون میمونن. خب بچه ایرانی ها کتک میخورن، میگه اصلا هم درد نداشت. همین است، اصلا سخت نبود. آره یه دنجی هم میکنه میره تو اتاق. ممنون شما کتک زیاد خوردی معلومه. خب بچه ها چه ساده. 124، در یک جمعیت فرضی از فلان جاندار. خب ببینیم بچه ها، خیلی سوال بامزه‌ایه. میگه در یک جمعیت فرضی از گل میمونی، همه گیاهانی که گلبرگ قرمز دارن در همه صفات ژنوتیپ خالص دارن. آقا همه صفات چه میدونیم ما؟ ما فقط گل قرمز شو میدونیم، پس غلط. در انسان ها همه افرادی که او مثبتن فاقد کربوهیدرات در ساختار. بچه نگفته A و B، کلن گفته کربوهیدرات. خب اینم غلطه. گل میمونی ها همه اینوهایی که ژنوتیپ ناخالص دارن، یعنی صورتی هن، همشون فنوتیپ حد واسط نشون میدن از نظر این صفت. ببین باید تست میگفت از نظر این صفت. پس میشه چی بچه ها؟ گزینه 3. حالا 4، انسان ها بچه ها، همه افرادی که گروه خونی AB مثبت دارن دارای آنزیم های AB و D، آنزیم های AB و D در گوشه های قرمز خودشونن، الزامن همه اینجوری هن. و بحث آنزیم های A و B و D در گل... نه این غلطه بچه ها. این کاملا چیه؟ گزینه یه همین راحتی هست شد. درست شد؟ چون بحث آنزیم دی رو نداریم، بحث پروتئین دی رو داریم. دقت کنیم بچه ها، ببین عبارت ها رو اشتباه نکنیم. کربوهیدرات های ای و بی داریم، آنزیم های ای و بی رو داریم، پروتئین دی داریم. خب کتاب شما نگفته پروتئین دی آنزیمه، پس غلط هست. سوال 125. آها این سوال خیلی باله، عاشق این سوال. ببینم جدیدی ها رو ببینم. ساجده فکر کنم جدید بود، کسی یه چیز داشت ساجده همچین کسی بود و جدید بود. آره هدیه هم جدیده. خب بچه اونا که جدیدن آره آیسان خواهر شماست، مرسی هدیه، خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. آقا جدیدی ها عدد، نه بذار عدیدش میکنی. جدیدی ها سینوس 180 رو بفرستن. جدیدی ها سینوس 180 رو بفرستن. قادمی ها هم فرستالن اشکال نداره. باری کلا هدیه. امید تو جدیدی؟ آره مرسی حسین. خب اوکی تو جدید نیستی، داریم بازم جدید ها، باری کلا. نه من اینجوری صفر گرفتم که شل نشه. بله میگه سرده، میگه نه صفر گرفتیم. آره صفر بگیری بچه ها، همه زندگی رو صفر، شل نگیری، شل و ول نباشین، کنه صفر بگیرین همه چی رو، ولی آسون آسون بگیرین، ولی صفر بگیرین، آسون بگیرید در مقابل بدیای دیگران، آسون بگیرید
در مقابل بدی و خوبی خودتون صفر بگیری. این رمز موفقیتتونه. بدی دیگران مهم نیست. فقط اینجوری نباشه یه چک زدن اینجوری کنی یه چک دیگه هم. نه. ظلم پذیر نباشی. بله تینا بگو. نگفتی تینا راستی صفر را. آره میدونم امید شوخی کردم. میخواستم ببینم تو چقدر الان حواست هست. خب. بیاین بچه ها. بیاین این سوال خوبی بچه ها. ببین. میگه به دنبال انجام خطا در تقسیم میتوز. حالا خدا رو شکر میوز نگفته. درست؟ میگه به دنبال انجام خطا در تقسیم میتوز. خب. هر دو کروماتید خواهری مربوط به یک کروموزوم شماره یک اشتباهاً رفته به یکی از سلول‌ها شده سلول یک. یه سلول مادری داشتیم میتوز کرده، خطا داده، ارور داده، خب خطای میتوزی که خطرناک هم نیست خیلی. بعد هر دو تا کروماتید خواهری مربوط به یک کروموزوم شماره یک رفته تو یه دونه، اون دوتا کروماتید خواهری مربوط به کروموزوم شماره 9 رفته تو یه دونه دیگه شده سلول 2. خب بچه اینجا نگاه کنید، دوتا سلول اینجا میکشن. ببین اینجا رو دقت کن، این دوتا سلول، دوتا سلول شماره 1، اینم سلول شماره 2. بچه سوال بامزه ایه خیلی. فکر کنم برای رضاییانه، آقای رضاییانی سوال تر کرده، خوبم تر کرده، دمش گرم. ببین اینجا رو ببین. خب شماره یک ها رو با قرمز، شماره نه ها رو مثلا با سبز میکشم. ببین بچه ها اگه عادی باشه این سلول باید اینجوری شماره یک داشته باشه، جفت یک و جفت نه. این سلول هم باید جفت یک جفت نه. درسته؟ این طبیعیشه دیگه. خب حالا میگه را یاخته شماره یک هر دوتا کروماتید خواهری مربوط به یک کروموزوم اشتباهی رفته به یکی از سلولای آسه. یعنی اینکه این یکی بچه ها ببین، یعنی الان یاخته شماره یک به جای اینکه دوتا از کروموزوم شماره یک داشته باشه سه تا داره. راحت دیگه، درسته؟ بعد این یاخته شماره دو به جای اینکه دوتا کروموزوم شماره 9 داشته باشه سه تا داره. اینها این یکی هم رفته تو این. بیا به همین راحتی. کروموزوم شماره یک پروتئین دیژنش روشه، کروموزوم شماره 9 پروتئین اون آنزیم های آبه آبه او بس آبه اوه. خب نگاه بامزگی تستو شما راحت بچه ها الان میتونی ببین، راحت میتونی میگه حالا یاخت جنوتیپ یا جنوتیپ یک و دو کدومه. خب شما اصلا کاری به اینکه دقیق ژنوتیپشون دی آبه اینا نداری. خب ببین آقا، اولا اینکه اینا چارتایی هن بچه ها. وقتی ژنوتیپ دارین نگاه میکنین، ببین الان ژنوتیپ داری میبینی دیگه، اینا چی هن؟ چارتایی هن. یعنی یک دو سه این غلطه. همین گزینه یک نگاه کن، نوشه یاخته یک او دی دی، در صورتی که بعد چارتا میکشید. خب چارتا علل میکشید پس یک میره اینجوری، درسته؟ بعد دو رو نگاه کن، تو دو یاخته یک به جای این که بچه ها برای کروموزوم شماره یکش سه تا علل داشته باشه، برای کروموزوم شماره نهش سه تا علل داره. ببین این برای این عللای بی بی او برای کروموزوم شماره نهه، در صورتی که این برای کروموزوم شماره یکه که سه تا علل داره اضافی داره. پس اینم میپره، میمونه گزینه سه گزینه 4. خب هم تو گزینه 3 ما برای یاخته یک سه تا علل کروموزوم شماره 1 یعنی دی داریم، هم تو گزینه 4. اما بچه‌ها گزینه 4 یه غلط فاحش داره که یعنی خوب کاری کرده طراح اینو گذاشته شما حال کنید. این جوریه، تو گزینه 4 ما هر سه نوع علل گروه خونی آب او رو داریم. مگه میشه ناکو؟ ای مگه همچنین امکان پذیره؟ بدنه یه موجود زنده مثل انسان که بحث گروه خونی توش مطرحه، ما مگه دیپلوید نیستیم بچه ها؟ بالاخره یا علل آ رو داریم یا ب رو داریم یا آ و ب رو داریم دیگه، با هم آ ب او رو که نداریم، یا آ داریم یا ب داریم یا آ ب رو داریم یا او، درسته؟ یعنی سه تا رو با هم هیچ وقت نمیتونیم توی یه سلول، این سلول معمولی دیپلوید داشته باشیم. خب پس بنابراین این گزینه غلطه، اصلا نیازی که بقیه رو نگاه کنیم، میشه گزینه
سه به همین راحتی. به نظر سوال دشواری میاد چون بحث خطای میتوزی رو مطرح میکنه، خب ولی اگه مفهوم رو خوب یاد گرفته باشین بچه ها دیگه براتون راحت میشه، هیچ بدون درد سر، بدون از اون پشت اطلاعات تذکر داد من حرفای چیز نه چشم حرفای بد نمیزنیم. باش خب بچه ها بیان. آقا همه هستین الان؟ همه بچه ها 125 رو یاد گرفتین دیگه؟ آفرین، مرسی هانیه، مرسی. همینه که گفتی درسته درسته دیگه، ما اینا رو نمیگیم. خب بچه ها 126 بیان اینجا، 126 ببینیم. سوال بال، ترکیب با ترکیب با فصل هفته یازدهم دمشقم. البته دمشقم که از بودجه بندی خارج میشه، ولی خب حالا دیگه دمشقم که از بودجه بندی خارجه، ولی حالا دیگه قلمچی اومده یه کمی خارج از بودجه بندی کار کرده که به نظر من استاندارد نیست، ولی حالا ما سوال حل میکنیم. بچه ها ببین، یه شکل بهت داده از یه تخمدانی که داره چیکار میکنه، تخمک گذاری انجام میده. این داره تخمک گذاری انجام میده بچه ها، درست آیسان؟ آره. ببین اینی که داره میاد بیرون، خب بچه ها اووسیت چیه؟ ثانویه است، به اضافه اولین جسم قطبی، درسته؟ به اضافه یه سری سلول های فولیکولی. پس ما هم اینجا N داریم، N مضاعف داریم، هم 2N داریم. ببین بچه ها N داریم اینجا، هم 2N داریم. میگه به طور معمول در یک فرد سالم و با گروه خونی او مثبت، یعنی مثل من، البته من تختان ندارم بچه ها، بنابراین اینجا من صادق نیست، یکی که او مثبت خانومی که در حدود روز 14 چرخه جنسی فرایند زیر اتفاق میفته، یعنی تخمک گذاری، چند مورد درباره همه سلول هایی که در این فرایند از تختان خارج میشه قطعا صحیحه، یعنی هم دو انه هم انه، درسته؟ الف فقط یه علل مربوط به هر صفت رو دریافت کردن. خب بچه الف برای این فولیکولیا که صحیح نیست. ب بر روی کروموزوم شماره 9 شون علل مربوط به گروه خونی یافت میشه، بله این درسته. هر کروموزوم از نظر شکل و اندازه و محتوای ژنتیکی یه کروموزوم مشابه داره. بچه این برای دو انا درسته، ولی برای ان درست نیست. بر روی بزرگترین کروموزوم هسته سلول یک علل مربوط به ساخت پروتئین دی وجود داره، در صورتی که تو دو انه دو تا علل وجود داره. پس دالم غلط، گزینه یک، یعنی فقط الف دور، فقط ب درسته بچه‌ها. ببین راحت راحت. آها فهمیدم. خب بچه‌ها آفرین آیسا بده. بچه ها ببینه الان همه تون بچه یه لحظه سوالی بپرسم. آه اینا که ریحانه هم جدیده فکر کنم، درسته؟ اینا جواب نداد اینا، من الان میخوام برای کار دارم بچه ها با تون. میخوام ببینم که الان ببینم اونا که در جدیدن دستشون بالا یه دونه یک بفرستن، اصلا مثل که کوسینوس مثلا فلان هم نمیدونستن، یه دونه یک بفرستن اونایی که جدیدن ببینمشون. آفرین هدیه، مرسی. دیگه تینا باریکلا، خب ریحانه فکر کنم جدیده ولی نمیفرسته، احتمالا میخواد مخفی بمونه، شاید سر کلاس آقای میرم همه میخواد مخفی بمونه. خب مثل این که دیگه آره به محفل مهرام خوش میاد، اصلا لو نمیدن ها، احتمالا از مثلا مؤسسات دیگه اومدن اینجا، مثلا به نام مثلا فلانی. البته شوخی میکنم، همتون مهمانید و خیلی هم خوش اومدید. بچه‌ها سوال 127 بریم. 127 میتوان گفت فلان اتفاق یا فلان مسئله با تصورات موجود پیش از کشف ساختار و عمل دنا سازگار باید ببینیم هست یا نیست؟ پس بچه‌ها بنابراین حواستون باشه اون مقدمه فصل 3 خیلی همینجوری ازش میتونه تست مطرح بشه. زمان قدیم پیش از اینکه ساختار عمل دنا کشف بشه یا بحث قوانین وراثت، فکر میکردن که حد واسط نشون میدن زاده ها صفات والدین رو، یعنی زاده ها حد واسط صفات والدین رو نشون میدن. حتما آتیه، نه بابا شما، هرگز شما رو فراموش نمیکنم. بی شما
من دانش آموزای از پارسال بپرسین، دانش آموزای پارسالم هم پیارسال هم همه همینجوری گاهن پیام میدن توی حالا اینستاگرام معمولا، و اینکه در ارتباطیم، خیلی هم عالی. اونایی که قبول شدن که اکثرشون رفتن، و اونایی که حالا دارن مجدد تلاش میکنن، باز هم این قضیه صادقه توش. خب بچه‌ها میتونیم بگیم رابطه بین اللای دیه بزرگ و دیه کوچیک در گروه های خونی انسان خب بارز نهفته است، همانند رابطه بین اللای رنگ های گل میمونی با اون تصورات موجود قبل سازگار نیست. خب چون بحث گل میمونی سازگار هست، پس یک قطعه. درسته؟ درست شد؟ بیان ژن های پروتئین دی در یک گلوبول قرمز هسته‌دار با ژن نمود ناخالص برخلاف به ارث رسیدن صفات به صورت بچا به ارث رسیدن صفات به صورت حد واسط سازگار هست، پس اینم غلطه. احتمال قطعی آب نه احتمال قطعی تولد فرزندی با گروه خونی آب از پدر و مادری با اللای آب خالص و متفاوت یعنی چی بچا؟ یعنی مثلا آ با ب ب و آب حد واسط دیگه. برخلاف نحوه تأثیر ژن‌ها که برای بعد از کشف ساختار و عمل DNA بله سازگاره، این گزینه چیه؟ صحیحه. به نظر میرسه این گزینه چیه؟ صحیحه. الان میدم بهتون آیدی اینستا رو. خب تولد فرزند دارای گروه خونی AB از پدر و مادری با گروه خونی A و B همانند تولد فرزندی با قد متوسط سازگار نیست، در صورتی که بچه ها متوسط سازگار هست و چهارم غلطه. همون آیدی اینستا من که توی همون آیدی تلگرام همه دیگه، آیدی اینستا این همون آیدی تلگرام هست. اینه اینجوری اوکی نمیشه. این آیدی اینستاگرام. راست میگی فراد، من بکش نمیدم که، مگه یه استادی که خیلی معروفه بکش میده؟ بله میده چش. آره فکر کن دیگه چیکار کنیم دیگه، بعد فالوینگ ها آدم باید فالوور زیاد بشه، فالوینگ ها واقعا زندگی بر پای فالوور میچرخه بچه ها. حالا دیگه آره مرسی زکریا. خب بچه سریع صرف نمی 128 این هم بچه ها تست جالبی بود. میگه در ارتباط با توالی فلان یا افزاینده یا راهنداز، خب در DNA خطی یک یاخته یوکاریوتی، خب ما میدونیم که هم افزاینده داریم هم راهنداز، بعد میدونیم که RNA پلیمراز توالی راهنداز خودش نمیتونه شناسایی کنه تو یوکاریوت ها، و البته بعضی پروکاریوت ها هم اینجوری هن مثل بحث اوپران مالتوز. بعد این باید حتما عوامل رونویسی وجود داشته باشن که شناسایی بشن توسط رنابسپاراز یا RNA پلیمراز و رونویسی شروع بشه. خب قربان زکریا خوش اومدی. بچه اینجا نخواه میگه در ارتباط توالی افزاینده به طور حتم نسبت به راه انداز پیوندهای فسفودیستر بیشتری داره. نه بچه افزاینده اونی که کتابتون نشون داده کوچیکتره، پس یک غلط. چه ساده با شک میشه حلش کرد. افزاینده بچه پروتئین عامل رونویسی متصل به افزاینده هیچ وقت با راه انداز ژن در تماس مستقیم قرار نمیگیره، همیشه میاد روی اون کمپلکس عوامل رونویسی متصل به راه انداز و آرنی پلیمراز طبق شکل کتابتون که برای کتاب سولومونه. پس گزینه دو جواب درستمونه. راه انداز بچه ها قطعا عوامل رونویسی متصل به اون نسبت به آنزیم آرنی پلیمراز اندازه کوچیکتری دارن طبق شکل کتاب، و راه انداز در کل طول خودش با عوامل رونویسی ران و بسپارز در بر گرفته میشه، نه یه قسمتیش میمونه. پس بنابراین گزینه دو جواب صحیح ما خواهد بود. بچه چند دقیقه ای؟ من یه چند دقیقه، 5 دقیقه یه استراحت، بعد این سراغ انشالله از 129 به بعد. البته شما سوالا رو دارین دیگه، میخواستم ببرم پایین شما حل نکنید، دیدم که شما دوستان گرامی هم شما سوالات رو دارید هم جوابا رو دارید، فقط یک فرد میخواین اینجا بیاد براتون حل کنه. درسته؟ اوکی. خب بچه ها بگید الان همینجا که داریم استراحت میکنیم بگید چه خبر ها؟
بزنین بچه های جدید ما هم یک کمی براشون خاطره تعریف کنیم. فکر نکنم جدیده دوست داشته باشن خاطره حال به همزن رو براشون تعریف کنم. خاطره حال به همزن. ناره واقعا این خاطره تعریف کنم مشتری میشن. نه آیتان تو بچه خواهرت هم آوردی دیگه نمیشه دیگه. جمع خونوادگی شده دیگه نمیشه. خاطرات جالب. آره خاطره 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 از دوران یه چی پاره شدن شلوار رو که گفتیم، استفراغ رو توی اتوبوس گفتیم دیگه خودش اوکیه دیگه. چی مونده؟ قورباغه کدومه؟ هانی قورباغه کدومه؟ آره فصل. آها یه لحظه کن. یا علی کدوم بود قورباغه؟ یکم دیگه هانیه بگو ببینم کدوم قورباغه. راستش واقعا یادم رفته. آها این خیلی آره این خاطره من برای دوره ارشده. اتفاق خیلی جالبی بود بچه‌ای که جدیدین. من حالا یه حس یه رزومه از خودم نگفتم، معرفی نکردم خودمو کلا. تو دوره فوق لیسانس من فوق لیسانس نه تو دوره دکترا بود. راستی دوره دکترا توی دانشگاه شیراز بودم من. بعد یکی از اساتید خارج از کشور که حالا از دانشگاه شیراز رفته بود خارج دیگه، اونجا داشت درس میداد، این نمونه هایی از مثلا قورباغه های فلان مرداب مثلا نزدیک قسمتی که ما بودیم تو استان فارس رو نزدیک شیراز رو میخواست. بعد یکی از این دوستان دانشکده رفته بود نمونه برداری رو انجام داده بود. یه تقریبا یه سطلی از این قورباغه ها قرار بود ما این از اینا بافت تهیه کنیم و این بافتا رو براش بفرستیم که اونا کار ژنتیک مولکولی انجام بدن روش. و آره بعد بچه‌ها اینجوری هن، دوزیستان و خزندگان، مخصوصا دوزیستان. وقتی یک دوزیست رو میخوان از بین ببرن چون خونسرده دیگه، دماش با دمای بیرون تنظیم میشه، بنابراین اگر که این رو بذارن توی یخچال یا فریزر کم 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 آر بدون اینکه خودش متوجه بشه، آروم 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 اینجوری تنش سرد میشه، خونش سرد میشه و میمیره. درست شد؟ هنوز 128 هم میگم چش. و خب ما یه قورباغه رو کامل گذاشتیم توی فریزه. من فردا صبح تو آزمایشگاه بیام شروع کنم بافت گرفتن، خب قورباغه بعد میمردن قاعدتا، چون قورباغه زنده باشه که از نظر اخلاقی درست نیست ما بافت ازش بگیریم، طبیعتا اذیت میشه و موجود زنده است و خب گناه خیلی بزرگیه. من هم هیچ وقت تو زندگیم تلاش کردم که بدون بیهوشی یا کشتن هیچ حداقل کاری روی موجود زنده انجام ندم. بعد ما گذاشته بودیم شب تا صبح تو فریزر بودم، فکر کن چقدر مقاوم. بعد این قورباغه رو آوردم بیرون، گفتم دیگه عمرن منم باشم اون تو میمیرم چه برسه اینا. بعد بچه‌ها این قورباغه ها وقتی اومدن بیرون، حالا یه سریشون که بله مرده بودن، من بافتا رو میگرفتم و قورباغه رو مثلا مینداختم توی ظرفی که باید امها میکردیم. بعد آره بعد تا مثلا یکی دو تاشو دیدم از اون گوشه موشا، این مثلا انگار چیز باشه بچه‌ها نگاه کنید، مثل اینکه از رخت خواب بلند شد تازه خودشو اینجوری کشی گو یا علی اینجوری خودشو اینجوری کرد. بعد من واقعا اصلا کپ کن، شما یه روز بیشتر وقت نداشتی، یعنی اون یه روز بعد من چیکار میکردم اینا رو؟ هیچ کاری نمیشد کرد بچه‌ها اینا رو. هیچی دیگه، از اون عده ای از قورباغه ها که با موفقیت خودشون از اون شرایط سخت نجات داده بودن، من ازشون نمونه برداری نکردم و اون قورباغه هایی که مسلمون هم بودن دیگه طبیعتا چون یا علی گفته بودن، بعد بله انداختیمشون نه تو آب جوش، انداختیمشون توی جایی که باید میبودن. آره ولی بچه‌ها ما توی دوره لیسانسمون قورباغه هم پختیم، البته قورباغه مرده برای اینکه اسکلتش جدا کنیم، قورباغه پختیم با یکی از بچه‌ها و خب همه همین کار تو آزمایشگاه جانورشناسی انجام میدن، مثلا کبوتر میپزن، قورباغه میپزن، موش میپزن به خاطر اینکه گوشتاش رو جدا کنن و استخونش رو در بیارن و یه حالت مجسمه اسکلتی بسازن برای بحث آناتومی. و خب من بهتون میخوام اطمینان بدم که قورباغه مزه‌ای هم میده، یعنی من گوشت قورباغه کلا حرام هست ولی
من که نمیدونستم، بعد یه کمی اینجوری از گوشتش براشم طعم ببینم چه طعمیه، که دیدم طعم مرغ میده، نه نخوردم، انداختم بیرون. گوشت بوی مرغ، مزه مرغ میداد. ولی ما هیچ ادویه هم بهش اضافه نکردیم، ما کلا فقط تو آب جوش، نه نمک نه زردچوبه. و میخواستم بگم که اصلا چیزه، اصلا بچه بوی بدی هم نه، بوی مرغ میداد. خب فکر کنم این خاطره برای کسایی که بخوان مشتری شن خوبه. با یه چیکار کنم؟ آه بله، اگه قحطی اومد بله حلاله، بخورید، مشکل نداره قورباغه، ولی به هر حال مطمئن باشید مزه مرغ میده، حداقل اون گونه قورباغه که ما پختیم مزه مرغ میده. یعنی عالی. خب چی؟ آره. از تینا، از مؤسسه باید بپرسی که تدریس های قبلی رو از کجا، اینا میره تو اپلیکیشن 3817، زنگ بزنید بچا، شماره مؤسسه دیگه الان شمارش مشخصه دیگه، از اون پستی که گذاشتیم شماره مؤسسه 3817. اگه از خارج از مشهد تماس میگیرین که باید یه 051 هم بذارید، 051 3817. لطفا دوستان گل اون پشت یادداشت بکنن این زیر شماره مؤسسه رو. آره گلم که اینا فهم کنم اصلا، این البته که خیلی عالیه، ولی ما قرار شده این خاطرات رو یک پک بکنیم و بفرستیم برای بچه ها کلا، تعریف خاطره خیلی جالب میشه. خب بچه بریم 130، 129. اول 128 رو کی گفته بود بگم؟ 128 بچه ها، 128 مجدد میگه در ارتباط با توالی فلان در دی ان ای خطی یاخت یوکاریتی میتونیم بگیم. خب افزاینده به طور حتم نسبت به راه انداز بزرگتره؟ نه، شکل کتابتون راه اندازه بزرگتره، پس یک غلط. دو، پروتئین عامل رونویسی متصل به افزاینده هیچ وقت به راه انداز متصل نمیشه بچه‌ها. به چی متصل میشه؟ به اون عوامل رونویسی و رناوسپاراز یا آرنه پلیمراز. پس یک درسته، دو درسته. سه، در تعداد توالی راه انداز قطعا عوامل رونویسی متصل بهش نسبت به آنزیم آرنه پلیمراز اندازه کوچیکتری دارن، نه بزرگتر. و راه انداز در کل طول خودش با عوامل رونویسی و رناوسپاراز در بر گرفته نمی شود. اینم از سوال 128. بریم 129 بچه‌ها، آمیختگی در ارتباط با مفاهیم پایه ژنتیک. ببین چجوری از اون مقدمه کتاب فصل 3 سوال میشه ترکت بچه ها. یه لحظه ببخشید. آمیختگی صفات که پیش از قوانین بنیادی وراثت مطرح بود برای بعضی از صفات صدق میکنه، مثل رنگ گیاه گل، رنگ گل میمونی. پس یک درست. ساده. در حالت طبیعی هر فرد سالم عللهای مربوط به همه ویژگی‌های ارثی خودش رو از والدینش دریافت میکنه. خب چرا این غلطه بچه‌ها؟ و چرا من عقیدم اینه که طراح باید این سوال رو اصلاح میکرد، یا حالا ناظر. منظور این گزینه بچه ها اینه که بعضی از ویژگی هامونو ما فقط از یکی از والدین دریافت میکنیم، مثلا ژن های مربوط میتوکندری هامونو ما کلا از مادر میگیریم، که حالا تازه همینم تحقیقات امروز ثابت کرده که ممکنه اسپرم های پدرم میتوکندری بدهند، پس دوچار چالش میشه وراثت میتوکندری. توی فصل 7 کتاب 11 شما خوندین که فقط اسپرم هسته میده تو تخمک توی اووسیت ثانویه و بقیه اندامک و این حرفا فقط با تخمکه. بنابراین بچه ها طبق این چیزی گفتم، جمله دو به خاطر اینکه نوشته از والدین خود دریافت کرده اشتباس. ولی بچه ها ببینید، اگه ما جمله رو درست بخونیم میگه علل‌های مربوط به همه ویژگی‌های ارثی خودش از والدین دریافت میکنه. بله دیگه، پس از کی؟ از والدین همسایه دریافت میکنه. خب چجوری میشد اصلاح بشه؟ بشه از هر دو والد بهتر بود، از هر دو والد خود. اینجوری چی بود؟ اینجوری گزینه روشن بود که حالا دیگه
اینجوری شده. در علم ژن شناسی یا ژنتیک به ویژگی تیره شدن رنگ پوست در معرض نور آفتاب صفت نمیگیم دیگه. آقا هر کی لخ کرد نشست لب ساحل تیره شد پوستش، حالا همه که نمیشینن لب ساحل، منظورم آقایون ها بچه، همه نمیشینن لب ساحل، بعضی همجوری میرن بیرون پوست صورتشون هم تیره میشه. حالا ما از این فیلم میلما. خب پس اینم غلطه، نه صفت، ویژگی ارثیه. گرگور مندل با استفاده از اطلاعات مربوط به ساختار و عمل دنا و ژن ها رو چه میدونست چیه؟ نمیدونست. پس گزینه 4 هم غلطه. بچه ها همتون یه دونه دو بفرستین ببینم. دو همه یه دونه دو نکنی رفته پایین. من آها من نمیبینم. اوه 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 دیدم دیدم. بچه ها ببخشید صحبتاتون رو ندیده بودم اصلا. از کجا؟ اوه خب مرسی، فکر کردم خوابیدین یه لحظه، این نرفته بود پایین، یعنی دری. خب در مرحله ای از ترجمه حرکت ریبوزوم بر روی بخش قابل ترجمه آرنه پیک مشاهده میشه. بچه جایی که ریبوزوم حرکت میکنه فقط و فقط مرحله طویل شدنه دیگه، تموم شد. چه راحته. ببین کدوم مرحله رو میگه؟ طویل شدن. خب در مرحله طویل شدن در جایگاه پی برخلاف ای و ای پیوند هیدروژنی تشکیل میشه. نه هم تو ای تشکیل میشه هم میتونه بیاد تو ای، درسته؟ منتها این میچرخه تو ای. بچه مثلا تو ای جا چی تشکیل میشه؟ هیدروژنی تشکیل میشه چون میاد تو ای تیارنه. پس یک غلط. هیچ آرنه ناقل فاقد آمینو اسیدی وارد جایگاه ای نمیشه، در صورتی که وارد جایگاه ای میشه. پس دو هم غلط. بعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی ریبوزوم از حرکت باز میستد. بچه ها اینجوری نیست، این تو طویل شدن نیست، این تو بحث پایانه، درست شد؟ تازه ریبوزوم بعد از اینکه بله تو بخش پایان، بعد از اینکه اومد رسید به کدون پایان، اون وقت از حرکت چی میشه؟ باز میشه، ولی بحث طویل شدن نیست. هر آرنه ناقلی که به جایگاه پی وارد میشه قطعا بیش از یه آمینو اسید داره دیگه بچه ها، در مرحله طویل شدن، درسته؟ قطعا بیش از یه دونه آمینو اسید داره، یعنی پیوند پپتیدی تشکیل شده. پس گزینه 4 جواب صحیح ماست. بله هستیم بچه ها؟ مرسی. خب 131 در زمان تولید نوعی پروتئین در هر نوع سلول، ببین دیگه رد داده طراح، در هر نوع سلول طی دو مرحله از مراحل ترجمه ارتباط تی‌آرنی با زنجیره پپتیدی قطع میشه. اون دو مرحله بچه ها چیه؟ آغاز، طویل شدن. به اوه اصخایی میکنم پایان. طویل شدن و پایان. مرحله آغاز هیچ پیوند پپتیدی شکسته نمیشه. خب کدام گزینه در ارتباط با این دو مرحله صحیحه؟ خب ببین بچه ها چجوریه. در هر دو مرحله امکان شکسته شدن یک پیوند اشتراکی و تعداد بیشتری پیوند کم انرژی، یعنی هیدروژن وجود داره. بله بچه هیدروژنی ها میشکنن خیلیشون مثلا، ولی پیوند اشتراکی یه دونه ایجاد میشه، یا مثلا اینجا بحث شکسته میشه. بله درست، پیونده بحث پیوند پپتیدیه. پس بنابراین گزینه یک جواب صحیحمونه به همین راحتی. ببخشید بچه آها آها خب کو الان کجا؟ آها اینجا. آها فهمیدم بچه ها. دو مورد خب آتیه یه بار دیگه بعد تو رفرش کنی دو مورد بچه ها. یه مورد اگه اپ مشکل داره یا مشکلی تو اپ دارید لطفاً پیام بدید، تو تلگرام پیام بدید، آیدی آیه کلنگی خواه اینجا هستش، میتونید پیام بدید رو آیدی، شماره تلفنشون هست
و اینکه میخواین ثبت نام جدید داشته باشین یا اینکه مثلا فیلم های قبلی رو میخواین ببینین، حتما با توجه به اینکه آیدی هست اینجا اون بالا، شما میتونید که به اون آیدی پیام بدین و در لحظه هم جوابتون رو میگیرید. هر ساعتی از شبانه روز، البته خیر در ساعت عادی دیگه بچه، مثلا 4 صبح 3 صبح دیگه انشالله نماز شب بخونید، بعدش هم برید نماز صبحتون رو بخونید دیگه، اون موقع پیام ندی لطفا، کارهای اون موقع صبح زود و نصف شب دیگه ندیگه، وقت عصر رو وقت صبح زمان عادی دیگه. این هم از این. خب ممکنه مردم مشغول کارهای عبادت و این حرفا باشن دیگه. خب بچه ها، فقط در یکی از مراحل جدا شدن زنجیره آمینو اسیدی از تی‌آر‌ان‌ای همزمان با خالی بودن رخ میده، نه هر دو مرحلهش چیه بچه ها؟ اتفاق میفته. پس این هم غلط. فقط در یکیشون اندکی پیش از حرکت ریبوزوم آرنه ناقل و زنجیره آمینو اسیدی هر دو از یک جایگاه، یعنی پی مثلا ترک میکنه، این داره پایان رو میگه، در حالی که تو پایان دیگه حرکت ریبوزوم تموم شده، بعدش دیگه حرکتی انجام نمیشه. پس اینم غلط. در هر دو مرحله به دلیل مصرف نوعی مولکول پر انرژی توسط آنزیم ها برای تولید پلی پپتید یعنی ATP به میزان فسفات آزاد هسته، مگه رد داده بود دیگه طراح، میگه پروتئین در هر نوع سلول، مگه هر نوع سلول هسته داره بچه؟ نه. پس بنابراین گزینه 4 هم به خاطر وجود عبارت هسته توش غلط و غلوته. بله بچه ها، اینو خودتون حل کنیم ببینیم چند مورد در ارتباط با ترجمه این آرنه پیک یا امارنه به نادرستی بیان شده. چند مورد بچه ها به نادرستی بیان شده؟ یک، یعنی کدوم غلطه؟ دال غلطه. خب حالا بگیم باز من شک نکنم شما جوابا پیشتونه دیگه. خب بچه ها چند مورد نادرسته ببینید. میگه اولین کدونی که در جایگاه A دیده میشه، الان ببین اولین کدون جایگاه P چیه؟ AUGه، این P. پس اولی که تو جایگاه A دیده میشه UUU، مشابه سومین آنتی کدون مکمل دیده شده در این جایگاهه. مشابه هست یا نیست؟ بله. در کدوم جایگاه؟ در جایگاه A. این اولین P بعد A بچه ها، بعد این P بعد A، بعد این P بعد A، بعد این آنتیکودونش میشه یو یو یو. بله درسته، مشابه از یک درست، الف درست. هنگامی که سومین مولکول آب تولید میشه آنتیکودون یو ای ای در جایگاه پی رناتن دیده میشه. بچه ها اینجا ای یو جی یو یو این اولین مولکول آب، درسته؟ بعد حرکت میکنه یو 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 ای اون دومین و این حرکت میکنه این سومین، درسته؟ آنتیکودون UAA این چیه؟ این UAA آنتیکودونش میشه در جایگاه پی رناتن دیده میشه، اینم پی، پس میشه به درست. اوکی بچه ها؟ نقش دست گالیوره، نه گالیور معلومیست کیه الان. تا زمانی که رناتن سه بار روی بخش قابل ترجمه حرکت کرده، یعنی بعد از این که سه بار حرکت کرده، میتونیم تشکیل حداقل سه پیوند پپتیدی رو مشاهده کنیم. بچه ها حرکت ریبوزوم تعدادش برابر با تعداد پپتیدیه، یه دونه چیه بچه ها؟ تعداد آمینو اسید یه دونه از اینا بیشتره، درنچه گزینه جیم هم درسته. پس از دومین حرکت رناتن آنتیکودونی که وارد جایگاه ای رناتن میشه قطعا یو یو یو، نه ممکنه وارد بشه مناسب نباشه خارج بشه، پس گزینه دال غلط، گزینه یک. بچه‌ها خوب سوال جالبی بود بچه ها. خب کدوم نادرسته؟ آقا یا خانم گالیور 133 چند میشه؟ بیا معلوم شد دیگه. خب
میگه نادرسته، پروتئین های تولید شده توسط بعضی از ریبوزوم ها که فلان، خب ممکنه بهمان، پروتئین ها تولید شده توسط بعضی از آر ان ای ها ریبوزوم ها که به نوعی اندامک متشکل از کیسه های قشایی متصلند، درست، مثلا شبکه اندوپلاسمی، ممکنه با مصرف آب بتونن پیوندهای اشتراکی رو تجزیه کنن، بله مثلا آنزیم باشن، پس یک درست، پس نادرست نیست. در ماده زمینی سیتوپلاسم آزاد هستن اون ریبوزوما، میشه قبل از اتمام فرایند ساخت اون پلیپپتیدها یا پروتئینها سطح دوم ساختاریش تشکیل بشه، بله دیدیم بچه‌ها میاد بیرون پیچ میخوره پلیپپتید، پس اینم نادرست نیست. از طریق زیرواحد بزرگشون به شبکه اندوپلاسمی زب متصلند، خب با افزایش سطح قشای یاخته از یاخته مثلا با اگزوسیتوز از یاخته چی بشن؟ بله میتونن. ولی اونایی که به صورت گروهی و در ساختارهای تسبیح مانند فعالیت میکنن، آیا میتونن خودشون بین نوکلئوتیدهای مکمل پیوندهای هیدروژنی ایجاد کنن؟ بچه 120 بار گفتم پیوند هیدروژنی خودش ایجاد میشه، نیاز به آنزیم نداره. غلطن در غلطه، پس گزینه 4 نادرسته. درسته؟ درسته یا نادرسته؟ نادرسته. خب چند مورد عبارت زیرو به نادرستی کامل میکنه بچه ها؟ آره باریکلا به هم زکر ربط دارن. بچه ها بیاین همه تون جواب بدید دیگه، همه سوالا رو جواب بدین لطفا همه. خب آقا نادرستی، هنگامی که گلوکوز در محیط باکتری مورد مطالعه مزلسون و استال یعنی اون ایکولای موجود باشه یا نباشه، و در محیط این باکتری لاکتوز باشه یا نباشه. اگه گلوکوز نباشه ولی لاکتوز باشه، با تغییر شکل نوعی پروتئین، سه تا آرنه پیک از روی دنای حلقوی تولید میشه. بچه ها این ناکنی، میگه اگه گلوکوز نباشه لاکتوز باشه، خب همون اپران لک، با تغییر شکل نوعی پروتئین سه تا آرنه پیک، نه اینا آرنه چند جنی هن، امارنه چند جنی، پس الف غلطه. اگه گلوکوز باشه لاکتوز نباشه، رو نویسی از ژن دارای اطلاعات لازم برای ساخت پروتئین مهار کننده ادامه پیدا میکنه، نه آغاز میشه. کلا مهار کننده یه ژنی داره به نام ژن تنظیم کننده که این کلا ازش رو نویسی انجام میشه، چون به مهار کننده همیشه نیازه، پس بهم غلط. گلوکوز باشه لاکتوز هم باشه، هیچ یک از مراحل رو نویسی از ژن آنزیمای تجزیه کننده قند لاکتوز آغاز نمیشه، نه ممکن آغاز بشود. کدوم مرحلهش؟ مرحله آغاز، وصل که میشه، حالا ممکنه حرکت نکنه رنابسپاراز، پس جیمم اشتباه. اگه نباشه گلوکوز ولی لاکتوزم نباشه، دیگه باکتری باید دست به دامن ریالا گدایی کنه. اگه گلوکوز نباشه لاکتوز نباشه، مالتوز بحثش پیش میاد دیگه، ممکنه اتصال فعال کننده مالتوز همانند بخشی از مولکول دنا مشاهده بشه، یعنی هم جایگاه اتصال فعال کننده، پس دال درسته، پس سه تا غلطه. گزینه سه جواب سوال 134. بچه ها بریم 135. آفرین. آره فکر کنم باید واقعا آبیشن بکنم. چیه؟ آبیشن خیلی عالیه. 125 بچه ها، کدوم صحیح نیست؟ در مورد یه پروکاریوت به نام ایکولای، تغییر در طول عمر آرنه پیک میتونه نمونه از تنظیم بیان ژن در مرحله غیر رونویسی باشه، بله این صحیحه. در طی ترجمه از هر مولکول mRNA تنها یک پلیمر خطی از آمینو اسید تولید میشه. بچا در صورتی که شما تو اپران لک و اپران مالتوز دیدین که اینا سه ژنی هستن، mRNA شون سه قسمتی سه تا پلی پپتید میسازه، پس گزینه دو غلطه.
در بین دو ژنی که از رو رشته مشابهی از دی ان ایش رو نویسی صورت میگیره ممکنه راه انداز وجود نداشته باشه. مثلا مثلا اپران مالتوز، مثلا اپران لاکتوز یه دونه راه انداز داره، دو تا ژنش یا سه تا ژن کنار هم یه دونه راه انداز بیشتر نداره. در نتیجه گزینه سه هم درسته، یعنی صحیح هست. ممکنه چندین ریبوزوم قبل از پایان فرایند رونویسی ترجمه رو آغاز کنن. بله بچه، چرا؟ چون طول عمر امارنه در پروکاریوتا کمه. گزینه دو. 136 بریم 136. اینم باله، گیر دادن به تنظیم بیان ژن، یعنی واقعا کامگیر کامله. در شرایطی که محیط باکتری ایکولای فاقد گلوکوزه ببین بچه ها، فاقد گلوکوزه، البته که ایکولای رو باید، چه جالب اصلا ایکویل نوشته، باید اینجوری می نوشت ببین بچه ها، به صورت ایتالیک اسم جنس و گونه رو ایتالیک می نویسن. اگه نتونن ایتالیک بنویسن به لحاظ علمی باید زیرش یه خط بکشن، ای یه دونه نقطه یه فاصله بعد حرف گونه با حروف کوچیک شروع میشه. پس درست علمیش اینه بچه ها، نوشتنش این. الان دیدم اینو اشتباه نوشته. در شرایطی که محیط باکتری اشرشیا کولای یا ایکولای فاقد گلوکوزه، یا یعنی بحث مالتوز میشه و لاکتوز، ممکنه تنظیم فلان انجام بگیرد که در این صورت به دنبال فلان اتفاق بهمان اتفاق میفته. ببینیم آفرین آیسان، به دنبال بچه ها اگه بس مثبت باشه مالتوزه، به دنبال ورود عامل محرک فعالیت رنوبسپاز بیاخته، رنوبسپاراز بدون عبور از روی توالی نوکلئوتیدی ویژه‌ای در خارج از تو رنوبسپاراز، بچه ها بحث راه انداز که مطرحه، باید بالاخره از راه انداز که عبور کنه، پس گزینه یک غلطه. در تنظیم منفی یعنی لاکتوز، پس مثبت ها مالتوز، میدونین منفی ها لاکتوز. در منفی حرکت آرنه پلیمراز بر رشته الگوی دنا سه نوع رونوشت مختلف که هر کدوم دارای یک رمزه آغاز هستن ساخته میشه. بله دیگه، همون امارنه چند جنی، پس دو درسته. تو منفی ورود عامل محرک فعالیت رنابسپاراز، ما اینجا عامل محرک نداریم بچه، پس سه غلط. تو مثبت اتصال عامل محرک فعالیت آرنه پلیمراز به دی ان ای، عامل محرک فعال، خب جایگاه اتصالش در دنا به طور کامل اشغال نمیشه، پس اینم غلط. درست شد؟ گزینه دو جواب صحیح ماست. بچه 137 هم جالب دیگه، اسکوزاری کرده. سه میشه چی؟ بگین افزاینده، توالی افزاینده. یک چی؟ عوامل رونویسی. دو آرنه پلیمراز. و چهار هم راه انداز. به جایی داریم میرسیم بچه ها که آرنه پلیمراز فراموش میشه کلا، فقط راه انداز، فقط رنابسپاراز دنابسپاراز اینا داره باب میشه، حواستون باشه. بخش دو یعنی آرنه پلیمراز به تنهایی قادر به شناسایی اپراتور نیست، اصلا یوکاریوت اپراتور نداره، پس یک غلط. همواره در فاصله بین دو ژن متوالی بخش 4 قرار میگیره. نه بچه، بین دو ژن متوالی میتونه بخش 4 یعنی راه انداز قرار نداشته باشه. خب این از این، البته این روش، این گزینه روش بحثه که ما فعلا بحث روش نمی کنیم. بخش 3 بچه دقت کنیم، بخش 3 افزاینده با اتصال مستقیم به 4، مستقیم به 4 وصل نمیشه، با پروتئینای وصل میشه، پس غلط. 4 بخش شماره 2 برای اتصال به 4 یعنی 2 برای 4 همواره به فعالیت پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی نیاز داره، پس گزینه 4 جواب صحیحمونه. میریم سراغ سوال بعدی. بچه خوش میگذره بهتون یا نه؟ سه تا سوال دیگه مونده، بگین خوش میگذره بهتون دیگه، امیدوارم البته واقعا. بعدن آیسان از خواهر بپرس که کلاس چه جوری بود، چون تو مدت‌ها سر کلاس بودی، ولی خب دیگه خواهرت ممکنه که دیگه. حالا مرسی مرسی، متشکرم، ممنونم هدیه، ممنونم. خب
کدوم گزینه مناسبه؟ در هر جانداری که قادر آنزیمای تجزیه کننده لاکتوز را بسازد. هر جاندار. بچه ممکنه یوکاریوتا هم آنزیم تجزیه کننده لاکتوز رو بسازن دیگه، الزامی نداره که حتما پروکاریوتا باشن. پس هم در یوکاریوت هم در پروکاریوت نوعی آنزیم پروتئینی میتونه به تنهایی راه انداز و شناسایی کنه. خب این برای یوکاریوت نمیشه، غلط. در محلی که دی ان ای حلقوی وجود داره، حالا یا تو سیتوپلاست یا تو میتوکندری کلروپلاست، سلول میتونه بر بیانژه نظارت داشته باشه. بله طبیعتاً. دو، جواب صحیحمونه دیگه. سه، برای پاسخ سلول به یک ماده باید اون ماده به طریقی از غشاهای درونی سیتوپلاسم عبور کنه، در صورتی که پروکاریوتا غشاء درونی ندارن. اتصال برخی رنه‌های کوچک مکمل برای یوکاریوته. برنای پیک، حالا فکر کنیم برنای پیک پیش از رونویسی نیست بچه‌ها، این پس از رونویسیه که بحث ترجمه است، درسته؟ پس در نتیجه گزینه دو درسته. بله میره سراغ 139 آخری ها شما بچه. در گروهی از سلول ها، در انواعی از سلول ها، تنظیم بیانژن ممکنه به واسطه تغییر در طول عمر رنای پیک صورت بگیره. یعنی چی بچه ها؟ یوکاریوت ها. کدام مورد تنها در، البته برای پروکاریوت هم میشه، کدام مورد تنها در رابطه با گروهی از این یاخته ها بچه ها، گروهیشون مد نظر قرار میگیره و درسته. رشته رونویسی شونده از یک ژن ممکنه با رشته رونویسی شونده ژن‌های دیگر یکسان یا متفاوت باشه. بله این برای جفتیشون درسته. این نوشته در رابطه با گروهی از اونها، درست؟ محل شکل‌گیری ساختار اول همه رشته‌های پروتئین تولید شده درون این سلول سیتوپلاسمه. بله این برای دوتاشون هم درسته، پس نمیشه. مقصد گروهی از پروتئینایی که توسط ریبوزوم‌های آزاد سیتوپلاسمی ساخته شدن اندامکی دوقشاییه. اینا برای یوکاریوت، پس برای گروهیشون شد، پس گزینه 3. آنزیم دی ان ای پلیمراز دریافته توانایی تولید نوعی پیوند اشتراکی همانند شکستنشو داره، اینم برای هم پروکاریوت هم یوکاریوت، پس اینم غلط، گزینه 3. چقدر جالب. بچه‌ها 140 آخریشه، حل کنیم. ببینیم 12 هم تموم میشه یا نه انشالله تعالی. خب هستیم با من؟ 140 شما دیگه برید. 140. در حالت طبیعی درباره فردی با گروه خونی فلان میتونیم بگیم چی؟ بچه اگه فردی گروه خونی B داشته باشه میتونیم بگیم گلوبولای قرمزش دو علل یکسان برای گروه خونی آر اچ دارن. به چه ربطی داره؟ پس غلط. اگه او داشته باشه در ساختار غشای گلوبولای قرمزش میتونه انواعی از کربوهیدرات های منشعب داشته باشه. بله این کلیه، این کلیه، پس گزینه دو جواب صحیحمونه. اگه آ داشته باشه علل های گروه خونی آر اچ نسبت به انتهای نزدیکتر کروموزوم شماره 1، یعنی اون بالاش، در مقایسه با سانترومر فاصله شون بچه بیشتره، نسبت به سانترومر فاصله شون کمتره، پس این بیشتر میشه. گرچه من ادبیات تست رو دوست ندارم، ادبیات تست ادبیات مریضه، ولی خب اگه آب باشه آنزیم های آ و ب همه کربوهیدرات های غشا رو تولید میکنن. بچه‌ها اصلا اینا تولید نمیکنن، اینا میان میذارن رو غشا. خب بنابراین همشون هم نه، ضمناً فقط آ و ب رو، پس آب هم غلطه، میشه گزینه 2. گزینه 3 برای میتوکندری پروکاریوتا باشه. 139 اندامک. یه لحظه هانیه، خوبی هانیه؟ یکم بیشتر فکر کن روی جمله‌ای که نوشتی. قربانت فراد، نوشتی میتوکندری پروکاریوتا، مگه پروکاریوتا میتوکندری دارن؟ خود میتوکندری خودش اندازه یه باکتریه. آره اصلا برای میتوکندری یوکاریوتا نوشته شده و برای پروکاریوتا معنا نداره، پس برای گروهیشون درسته، اوکیه. خب دوستان گرامی،
خیلی خوشحالم کردید. اونایی که جدید بودن که قدمشون سر چش ما، خیلی خوش اومدن. بازم رایگان میذاریم، خیلی خوب. گزینه 3 رو چی تو کدوم تو کدوم آیسان بگو. آخری گزینه 3. خب میگه اگه تو 140 میگه اگر که گروه خونیم آ باشه، بعد خب گروه خونی آ اوکی، بعد میگه علل های گروه خونی آر اچ، ربطی به آ نداره ها، یه سه دیگه داره میگه، علل های گروه خونی آر اچ نسبت به انتهای نزدیکتر کروموزوم شماره یک، مثلا این کروموزوم شماره یک باشه، خب میگه علل های آر اچ نسبت به انتهای نزدیکتر کروموزوم شماره یک در مقایسه با سانترومر فاصله کمتری دارن، در صورتی که اینا، این میگه اینجوری هن. نه ببخشید، این میگه اینجوری هن. درست بکشم سانترومر کروموزوم شماره یک، این میگه نسبت به انتها، این علل ها نسبت به انتهای نزدیکتر کروموزوم شماره یک، خب یعنی اینجا در مقایسه با سانترومر فاصله کمتری دارن، یعنی اینا بالاترن، یعنی اینجوری هن. گزینه میگه اینجوری، در صورتی که درستش بچه یک کمی پایین تره. طبقش حالا شکل کتابتون رو ناکنی متوجه میشی شکل کتاب خیلی، ولی سوال بامزه، یعنی طراح اومده دقیقا جاشو چک کرده و بالا پایین کرده این قضیه جایگاه عللو که بچه بدونین جایگاه ثابته. خدا قوت دوستان گرامی، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، ممنونم، انشالله که موفق و معید باشین و دست حق به همراهتون و همیشه و همیشه و در همه جا مد نظر داشته باشین که خدایی هم بالا سرتون هست. موفق باشین بچه ها، خدا نگهدارتون.